صحبت‌های خوبی شد در ارتباط با مسائل استان. در همه گزارش‌هایی که دوستان دادن دیدید که استانی هستش که سرمایه گذاری کردن در این استان بازده مناسبی داره. سرمایه گذاری هم الان دو بخشه، یکی این که شما یک فعالیتی رو ایجاد بکنی که خب این چیزی هستش که الان مرسوم هست، یعنی شما اگر پولی رو برای یک هدف خاصی میدید، پولی میدید که در اینجا یک مجتمع گردشگری ایجاد بشه، نباید این پول بره جای دیگه خرج بشه. اگر شما پولی میدید که برای اینکه تولید در این زمینه خاص انجام بشه، نباید این پول بره خرج یه سری کارهای دیگه بشه، اینم سر جای خودش. اگر شما پول میدید به یک کارخونه ای که مواد اولیه بتونه وارد بکنه برای اینکه از ظرفیت خالی این کارخونه افزایش بده برای هم نیازمندی های داخلی و هم برای صادرات، حتما باید در همین جا استفاده بشه. یعنی بخش نظارت هم بانک ها و هم صندوق ها به نظر من بحث مهمی هستش، باید حتما بهش توجه بشه. تمرکزی بکنیم روی توسعه معادن کشور. شما ببینید الان همین کاری که هم خود مسئولین استان کرمان عنایت کردن و هم وزارت سمت هم تو این زمینه یه خورده گام برداشت، از همه مهمتر استانداری که در اونجا بودش آقای رزق حسینی یه همت خاصی برای توسعه معدن در استان کرمان داشت، اصلا چهره استان کرمان رو متحول کرده، هم منظر اشتغال و هم منظر ارزش افزوده و مزایای دیگری که داره. لذا من فکر میکنم با این گزارشی که داده شد و اطلاعاتی هم قبلا داشتیم، مسئله گسترش معدن و سرمایه گذاری در معدن باید یکی از اولویت ها باشه. نکته دیگری که باید توجه کرد مسئله کشاورزی هستش. بخشایی از این استان انصافا بخشایی هستش که اگر یه مقدار راجع به مسئله کشاورزی توجه بیشتر بشه، میتونه که صادرات بسیار خوبی داشته باشه. به نظر من خیلی میشه روی گردشگری کار کرد، به دلیل اینکه استان نزدیک تهران هستش و استان هم راه خوبی داره، هم ریل داره، هم دو تا فرودگاه داره. به نظر میرسه که خیلی خوب میشه رو گردشگریش سرمایه گذاری کرد، حتما باید رو این زمینه کار کرد. خب راه هم که آقای دکتر شهیدزاده باز کردن، حالا انشالله میراث فرهنگی هم دنبال باشه گردشگری که انشالله این کار انجام بشه. اینو